به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. عرض ارادت دارم خدمت همه دوستان در پیج کالج باستانی. سنگ هایی هست گرد که به این صورت، دوستان سوالات متعددی داشتن راجع به این سنگ ها که این سنگ ها چی هستن و چه کاربردی داشتن. بنابر روایاتی که ما از این سنگ ها از کتب قدیمی داریم، این سنگ ها رو به عنوان دندانه کلید استفاده می کردن. یعنی چی؟ بعضی از درهای سنگی یک کنار اون یه حالت استوانه‌ای بوده و چند تا از این سنگ ها رو می انداختن داخلش و اون در باز می شده، که البته موثق نیست. مورد دیگه کاربرد این سنگ ها این هست که یک حاکمی برای حاکم دیگه‌ای میخواد هدیه گرانبهایی بفرسته و به ندیم و ملازمی که بهش اعتماد داشته داخل این سنگ رو اشخاص متبحری سوراخ میکردن و الماس و شیء گرانبها میذاشتن و اون رو صاف صقلی میکردن تا این حاکم توسط ملازم خودش به اون حاکم دیگه هدیه بده. بعد از این که کاروانی رهسپار قصر یا کاخ حاکم دیگه میشه، اون حاکم بین اون سنگ ها میدونه که کدوم یکی از اینها داخل شیء ارزشمند و گرانبهایی داره، اون رو تخلیه میکنه و سنگ ها رو مجدداً به ملازم حاکم میده. ملازم اون سنگ ها رو مجدداً بر میگردونه به قصر. حاکم به واسطه کاری که ملازمش کرده این سنگ رو به نشانه موقعیت اجتماعی و اعتمادی که به اون شخص داشته این سنگ رو بهش هدیه میده و بعد از این که اون ملازم فوت میکنه این سنگ رو در داخل قبرش میذاشتن. دوستان زیادی هستند عکس هایی رو میفرستن که این سنگ در شب نور سبز میده و سنگ من گوهر شب چراغ هست و اینجور مسائل، که من خدمت دوستان عرض کنم که اون سنگ هایی که نور ازشون ساطع میشه داخلشون فسفر داره و هیچ ارتباطی به گوهر شب چراغ نداره. گوهر شب چراغ عنصر روبدیوم هست که در طبیعت بسیار نایاب هست و اینجور سنگ ها هیچ ارتباطی با گوهر شب چراغ نداره. در رابطه با مسئله دیگه‌ای که من لازم دیدم خدمتون توضیح بدم این هستش که دوستان عکس های متعدد و یا فیلم های متعددی میفرستن و تقاضای کارشناسی تفسیر عکس دارن، که خدمت این دسته از دوستان اعلام میکنم بنده با توجه به محیط میتونم تشخیص بدم مکان رو و تفسیر عکس ندارم و معمولا دوستان عکس هایی که میفرستن به صورت بسیار آماتور هست که به هیچ عنوان نمیشه روی اونها نظر داد، ولی اصرار بیش از حد دارن که عکس هاشون تفسیر بشه. عکس ها با توجه به داده های محیطی، با توجه به مؤلفه های محیطی، با توجه به نام قلعه، نام کوه، نام چشمه، وجود راه مال رو و سایر مؤلفه ها میشه تفسیر کرد و صرفاً با ارسال یک عکس نمیشه من جواب عزیزان رو به صورت قطعی بدم و از این بابت عذرخواهی میکنم. و اما مطلب مهمی که خدمت عزیزان میخوام توضیح بدم اینه که ما در طبیعت به چه صورت الماس پیدا کنیم؟ آیا امکانش هست که ما بتونیم در طبیعت الماس پیدا بکنیم؟ من به شخصه میگم که بله امکانش هست و میشه الماس رو در طبیعت پیدا کرد، اما خودمون این توانایی رو نداریم. برای پیدا کردن الماس در طبیعت در
اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه شما باید لانه هدهد رو پیدا بکنید. لانه هدهد رو که پیدا کردید، زمانی که هدهد تخم میذاره تاریخش رو دقیق یادداشت میفرمایید که در چه تاریخی تخم گذاشته، و بعد از چند روز این تخم باز میشه و بچه ها جوجه های هدهد به محض اینکه از تخم سر در آوردن، دو روز یا سه روز بعد طوری که روی لباس هاتون یک پوشش نایلونی داشته باشید که بوی شما، خدمتتون عرض کنم که به اون لانه نخوره، چرا که هدهد مادر یا هدهد پدر بوی شما رو احساس میکنه. شما کف دستتون یه مقدار زردچوبه میریزید، این با دست، البته با دستکش، با دست دیگه جوجه رو ور میدارید، با کف دستتون که آغشته به زعفران هست جوجه رو لمس میکنید و تکونش میدید، میذارید داخل لانه و جوجه بعدی رو هم به همین صورت. فاصله میگیرید از لانه هدهد چیزی حدود 200 متر 300 متر استتار میکنید خودتونو که پرنده مادر متوجه حضور شما و یا بوی شما در مکان نشه. هدهد وقتی که وارد لونش میشه تشخیص میده که جوجهش دچار بیماری شده، به همین منظور با توجه به حس غریزی که داره پرواز میکنه و میره الماس‌های بسیار کوچیکی رو میاره و در طی یک شبان روز یا دو شبان روز دور جوجهش رو پر الماس میکنه تا جوجهش رو از بیماری نجات بده، که به این صورت شما میتونید الماس راف داشته باشید. در مورد ارج و سواحل و نحوه به دست آوردن ارج و سواحل، راهکاری هست به صورت کاملا طبیعی و بدون ریالی هزینه کردن میتونید ارج و سواحل رو به دست بیارید. ارج و سواحل یک شیئی هست تقریبا به اندازه این خودنویس و یا کوچکتر به صورت مارپیچ و از جنس سنگ و استخوان و یا ما بین سنگ و استخوان هست که کنار کلید بذاری، کنار گاف صندوق بذاری، گاف صندوق رو باز میکنه و خاصیت ماورایی و متافیزیک داره. حالا برای به دست آوردن این ارج و سواحل ما چه کاری رو باید انجام بدیم؟ شما در طبیعت مکانهایی که باغ انگور هست جوجه تیغی های زیادی دیدید، جوجه تیغی که خارپشت، نه جوجه تیغی که تیغ پرت میکنه، که به زبانهای محلی تیشی بهش میگن و یا در هر زبانی اسم مختلفی داره. این جوجه تیغی در اوایل اردیبهشت ماه، اینها بچه‌زا هستند و در طبیعت، در دل طبیعت سوراخ‌هایی رو باز می‌کنن و بچه‌شون رو اونجا به دنیا میارن. شما زمانی که تایم گرفتید که بچه‌شون یک هفته، ده روزه، یک ماه شده و میتونه یک مقدار از لانه بیاد بیرون، یک آکواریوم رو تهیه میکنید، آکواریوم خالی بدون آب رو تهیه میکنید. به محض این که جوجه تیغی اومد، اون رو میگیرید و میکنیدش داخل آکواریوم و با یک شیشه، درب شیشه‌ای بزرگتر، اون رو میذارید روی آکواریوم و یه تیک سنگ بزرگ هم میذارید روش که جوجه تیغی نتونه، بچه جوجه تیغی نتونه بیرون بیاد. خودتون رو در یک مکانی، در فاصله خیلی زیاد نه، در یک مکانی استتار میکنید خودتون رو، یه چوب دستی هم همراهتون باشه. خدمتتون عرض بشه بعد از این که جوجه تیغی مادر یا جوجه تیغی پدر
میان میبینن که بچهشون محبوس شده در داخل یک محفظه شیشه‌ای. با توجه به غریزه‌ای که خداوند در وجود اینها قرار داده، جوجه تیغی مادر سریعاً میره در دل طبیعت و سنگی رو به حالت مارپیچ و به این شکل میاره و اون رو میزنه به شیشه آکواریوم و شیشه آکواریوم میشکنه و بچه اون جوجه تیغی میاد بیرون. به محض اینکه اون ارج و سواحل رو، اون شی رو جوجه تیغی آورد و زد به شیشه، شیشه شکست، شما با چوب دستی یا با سر و صدا کاری کنید که جوجه تیغی فرار بکنه. چرا؟ چون به محض اینکه این جوجه تیغی از اون ارج و سواحل استفاده میکنه، سریعا روی اون ارج و سواحل ادرار میکنه و به محض اینکه ادرار بکنه، اون ارج و سواحل هیچ خاصیتی نخواهد داشت و شما میتونید یک ارج و سواحل داشته باشید. در رابطه با دوستانی که سیستم ندارن، راه یا توان خرید سیستم رو ندارن، راهکاری هست برای پیدا کردن اشیاء ارزشمند در محیط‌های باستانی. ما همه جزر و مد رو میشناسیم و جزر و مد رو حاصل فعل و انفعالاتی بین زمین و ماه میدونیم که این جزر و مد ها باعث افزایش و یا کاهش آب دریاها و رودخانه ها میشه. اگر در بدر یا شب 14 قمری شما در مکانی که باستانی هست در یک بلندی قرار بگیرید، در اون بلندی شما از ساعت 11 شب تا ساعت 3 صبح منتظر بمونید و بدون روشن کردن آتش و یا چراغ قوه در دست در محیط طبیعی و نسبتاً تاریک بمونید، وقتی که شما به اون مکان باستانی دقت بکنید، در بین 2 یا 3 ساعت متوجه میشید از مکان باستانی نورهایی در زاویه 45 درجه از یک مکانی ساطع میشه که با نشان کردن اون نورها میتونید به مکان اشیاء ارزشمند پی ببرید. امیدوارم این کلیپ مورد توجه شما قرار گرفته باشه و به برخی از سوالات شما پاسخ داده باشه و همینطور به اطلاعات شما در این زمینه اضافه کرده باشه. بنده گالیور هستم و تقاضا دارم پیج ما رو فالو بکنید و پیج ما رو به دوستان فرهیخته خودتون هم معرفی بکنید. امضای خدا پای همه آرزوهای زیباتون.